آژانس خبری مسیحیان ایران mohabbatnews.com. برای ما توضیح بده اصلا این پروژه چگونه آغاز شد، چطور کلیک خورد، نامه های از زندان رو چطور آغاز کردید شما؟ در واقع من فکر می‌کنم ایده اصلی این میوزیک ویدیو از موقعی شروع شد که یکی از دوستان صمیمی ما به اسم فرشید فتیب، ایشون به خاطر ایمانش به عیسی مسیح به زندان افتاد و اخیراً متوجه شدیم که ایشون 6 سال در واقع باید در زندان به سر ببره به خاطر حبسی که از طرف دولت در واقع به ایشون داده شده و این در واقع قلب ما رو خیلی شکست، چون مخصوصا ایشون رو شخصا میشناختیم از نزدیک و خانواده ایشون رو میشناختیم و احترام زیادی برای این شخص قائل بودم و این در واقع میتونم بگم تولد شعر نامه ای از زندان بود که از طریق برادرم که ایشون تنظیم آهنگ و اجرا رو انجام دادن و همچنین آقای کاوه رفیعی که شعر زیبای این میوزیک ویدیو رو سرودن. پس در واقع میتونم بگم تمام این المنت ها در کنار همدیگه اومد و واقعا خواستیم تمام اون قابلیت هایی رو که داریم در کنار هم بگذاریم و فرصتی باشه که این پیام آزادی مذهب در ایران رو از طریق هنر و موزیک و ویدیو به گوش عزیزانمون چه در ایران و خارج از ایران برسونیم. فقط برای اینکه کمی این موضوع روشن بشه، من میخوام مختصری درباره این پرونده توضیح بدید، یعنی به چه دلیلی ایشون رو محکوم کردن، چه دلایلی برای این محکومیت وجود داره؟ تنها دلیلی که در کیس وجود داشته این بوده که ایشون مسیحی شده، شخصی که از زمینه اسلام بوده و حالا به مسیحیت گرویده و چند سال هست مسیحی فعالی هست و خب ایشون جلساتی هم در منزل خودش داشته و مسلماً این چیزی نیست که دولت در حال حاضر خوشحال هست و با این کیس به این صورت شدید برخورد کردن. و البته اینم میخوام به نجانه اضافه بکنم که موضوع فقط موضوع یک نفر با فرشید فتی نیست، شاید امروز دنیای غرب با اسامی مثل یوسف ندارخانی و فرشید خیلی آشنا باشن، ولی اسامی خیلی دیگه‌ای هست. من چند تا رو می‌خواستم خدمتتون اعلام بکنم: مریم جلیلی، مسعود دلیجانی، احسان بهروز، بهنام ایرانی، همه اینا به چند سال زندان در واقع از طرف دولت فرستاده شدن و کیسایی هستن که شاید اسامی زیاد آشنایی نیستن، ولی افرادی هستن که به خاطر ایمانشون به عیسی مسیح حاضر شدن که خیلی چیزها رو قربانی بکنن و امروز در پشت میله ها هستن. درباره ترانه و آهنگ توضیح بدید، فکر میکنید که چه پیامی رو منتقل میکنه؟ برای خود شما چه احساسی داشت به عنوان کارگردان وقتی میخواستید این رو تبدیل بکنید به ویدیو؟ من فکر میکنم وقتی صحبت از آزادی عقیده و آزادی مذهب هست، ما در اینجا یک نکته مشترکی داریم با تمام عزیزان در ادیان مختلف و در رابطه با این ویدیو به خصوص میتونم بگم که هدف ما این بود که پیام این باشه برای تمام اقلیتایی که امروز به خاطر ایمانشون تحت جفا هستن، تحت فشار هستن. و کلمات این ترانه خیلی زیبا هست که شما در بعد از مصاحبه امروز پخش خواهیم کرد، بیشتر با واقعیتایی که شخص در پشت میله ها، شخص در اون دوران شکنجه ها در واقع با اونها داره دست و پنجه نرم میکنه، اونها رو به صورت خیلی ساده و ملموسی به تصویر میکشه. امروز ما با بسیاری از این قهرمانانی که پشت میله های زندان هستند، اونها رو به صورت یک قهرمان و اشخاص که به خاطر ایمانشان ایستادن نگاه میکنیم، احترام میذاریم، ولی گاهی فراموش میکنیم که این اشخاص به این دلیل قهرمان هستند چون در اون سختی های پشت میله های زندان، در اون تنش هایی که وجود داشته، در اون شک و تردید هایی که بعضی وقتا در فکرشون، در قلبشون وارد شده، برای اون دلتنگی هایی که نسبت به خانوادهشون وجود داشته که اونها رو در این ویدیو خیلی به صورت ملموسی میبینیم، اینها باعث شده که واقعا سنگین باشه این بهایی که باید بپردازن به خاطر ایمانشون، ولی در کنار اون، در ماورای اون میبینیم که واقعا هدفی بزرگتر هست
و این بها فقط به خاطر پیروی یک سنت و یا دینی که بهشون رسیده نیست، بلکه تصمیمی که خودشون در زندگی شخصی خودشون گرفتن. درباره تهیه و تولید همین ویدیو برامون توضیح بده. کجا فیلم برداری کردید؟ بازیگران زیادی با شما همکاری میکنن. چگونه این گروه رو دور هم جمع کردین؟ بعضی از بازیگران ما از بچهای هالیوود بودن، اشخاص مکزیکی بودن که چهرهشون یکم شبیه ایرانی ها بود، اشخاص آمریکایی بودن و همچنین اشخاص ایرانی هم که مسلماً، ولی بعضی از این بازیگرا واقعا میگیم ساگ ممبر در آمریکا، یعنی اینها برای چند سال بازیگر بودن تا تونستن به این مرحله برسن. ولی واقعا خدا شکر میکنم که ما در ماورای فقط یک کار حرفه‌ای خواستیم انجام بدیم. این کار فقط یک کار هنری برای ما نبود، بلکه اشخاص زیادی، شاید حدود 20 یا 30 نفر از دوستان، فامیل ها، بچه های کلیسا و حتی اشخاصی که مسیحی نبودن حاضر شدن که برای این پیغام زحمت بکشن. در استودیوی ما در شهر بربنگ این رو انجام دادیم و صحنه‌های زندانشون هم در جای دیگه، ولی تمام صحنه‌ها بازسازی شده بود. بعضی صحنه‌ها هم که مستقیماً در کشور ایران به صورت مخفی فیلم برداری شده. ظرف چند روزی که این ویدیو رو منتشر کردید، چه واکنش‌هایی از طرف بیننده‌ها و کاربرا داشتین؟ چه بازتابی داشته در میان اونها؟ بازتاب خیلی خوبی بوده. در یک هفته اول این ویدیو که به زبان فارسی اجرا شد 3000 تا هیت داشت و به زبان انگلیسی هم چون همین سرود وجود داره، A Letter from Prison هست تایتلش، اون هم 3000 فکر کنم 600 تا هیت خورده تا امروز. واقعا برای من باعث دلگرمی بود و خوشحالی که تونستیم از این طریق هم صدایی باشیم برای دنیای جفا دیده. ایمیل ها، تلفن ها و پیغام های زیادی از بچه های داخل ایران بود، اگرچه ما این داستان رو بر مبنای تجربیات حقیقی خیلی از افرادی که شکنجه دیده بودن درست کرده بودیم، ولی افراد جدیدی هم با ما تماس گرفتن، گفتن این داستان واقعا همون داستان زندگی ما هست که شما به این صورت خیلی قشنگ احساسات ما رو به تصویر کشیدی. و واقعا خوشحال هستم که میتونست مرهمی باشه شاید برای اشخاصی که در جفا هستن امروز، ولی در این حال آگاهی باشه، خبررسانی باشه برای چه دنیای غرب و چه ما ایرانی ها که خیلی راحت شاید خارج از کشور زندگی میکنیم و فراموش میکنیم که بعضی وقتا برادران و خواهران ما بهای سنگین رو باید به خاطر ایمانشون، عقایدشون بپردازن. ما حدود یه دقیقه فرصت داریم. شما کارگردان هستید، به اتفاق همکارانتون هنرمندید. چطور میشه از طریق هنر به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد؟ خود شما چه مسئولیت و رسالتی دارید؟ چگونه به این موضوع نگاه میکنید؟ من فکر میکنم خدا به تک تک ما استعدادهایی داده و عطایی داده به عبارت دیگه، و این عطا و این هدف برای تک تک ما، برای هر شخص میتونه واقعا واضح باشه. فقط احتیاج است که نگاه بکنیم، اون رو پیدا بکنیم. امروز شاید این المنت، این وسیله برای من هنر بوده که از این طریق تونستن میلیون ها نفر ببینن و همچنین پیام بخشش رو در این فیلم ببینن. برای اشخاص دیگه، اشخاصی که وکیل هستن، همونطور که دوستانی دارم، برای اونها شاید بتونن از طریق دانششون بتونن برای آزادی ایران و مذهب بجنگن. برای اشخاصی که شاید خوب دعا میکنن، میتونن این موضوع رو در حضور خداوند ببرن، دعا بکنن. و من فکر میکنم هر شخص میتونه قلب خودش رو جستجو بکنه و اون مسیر رو خیلی راحت پیدا بکنه. جوزف هوبسپیان از شرکت در برنامه شب‌آهنگ سپاسگزارم. برات آرزو موفقیت میکنم در ادامه فعالیت‌هایی که در پیش داری. خیلی ممنون. متشکرم. ما همین گفتگو رو با پخش همین موزیک ویدیو به پایان میرسونیم. نامه ای از زندان. Let's go now.
از بیم و آتش ایمان یارم بود، نور عیسی شب چراغم در هر قدم بود، خواندم در جفا فیضش تو چندان، اینک در بند و پریشان، در کنج زندان سر در گریبان. ای هم صدا یار، امشب به یادم آر، در وحشت و تردید بن‌بست این تکرار. ای هم بغض این آوار، در سایه های دار زنگ صدایم باش تا لحظه دیدار. همراهی شما عزیزان در هر جایی که بیننده صدای آمریکا هستید، روز و شبتون بخیر.